روزه همانا عبادت کردن الله از طریق بازداشتن نفس از خوراک و آشامیدن و هم بسترین باشد و بر هر مسلمان واجب است که روزه خود را از مبتلات آن حفظ کند با آنها خوردن و آشامیدن و هر چیزی که شبه آنها باشد چه از طریق تغذیه بدن یا آمپول های ویتامینی و تزریق خون و انتقال آن اما احتلال به اجماع از مبتلات روزه نمی باشد و مانند آن مذی همچنین استفراغ عمدی از مترات روزه می باشد الا آن که از روی اجبار باشد در آن صورت روزه او صحیح است همانطور که پیامبر صلی الله فرمودند هر کسی از روی اجبار استفراغ کند غذا روزه ندارد ولیکن کسی که عمدان استفراغ کند بر او قضاء روزه واجب است و از مبتلات روزه حجامت و اهدای خون است و اگر کسی که در روز به اهدای خون احتیاج داشت افتار کند و روز دیگری را به جای آن غذا کند و از مبتلات روزه به اجماع خونه حیز و نفاس در هر وقت از روز می باشد حتی اگر یک دقیقه قبل از نماز مغرب باشد هر کس چیزی از مبتلات روزه را در زمان روزه خود از روی جهل یا فراموشی و یا اجبار انجام دهد روزه او سهم باشد الا حیز و نفاس که در هر صورت باطل کننده روزه می باشد روزه دارای ارکان و حدودی این باشد که واجب است مراعات شوند والله تعالی در اواخر آیات روزه می فرماید تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون